به به و به به بچه های گل 1957 بومی شامی چکر سلام علیک خود ما هم دیگه سلام علیک بومی شما چطوری شما اول شما بومی شما چکر میگذر. خب الان دو سه هفته هست که 1957 رو با جناب اجابی شروع کردیم به فعالیت. حالا میگم آقای اجابی کیه، یه توضیح بده راجع به 1957 که اصلا چی رو قرار چیکار بکنه. از بعد از آقای اجابی یا قبل؟ آقای نه اول 1957 رو پیدا کرد. آره 1957 رو بگو. نمیدونم یه روز یکم بچه‌ها سلام همینجا پشت دوربین ما هم از زمانی یه روز اومد گفت که ما یه ایونت برگزار می‌کنیم و اینا، بیا راجع به فلان چیز حرف بزن، راجع به فضا. بعد از اون روز ما یه چیزی حدود 6 ماه گذشت، هی گفتیم نه اون خوب نیست، بذار بهترش کنیم. هی بهتر رسیدیم به اینکه آقا یه فیلم مستند ساختیم. یه بچه‌ها جمع شدن یه شد یه فیلم. خودش هم دیگه چون کار من مرتبط با فضا بود یه همین تمام موند، شروع کردیم راجع به این داستان. یه فیلم فکر کنم یه 20 دقیقه شده داره. 20 دقیقه نیست. رشتت، یه توضیح راجع به رشتت. من کارم همونه دیگه، مرتبط با فضا، فضای درست حساب فضای ایمان داره. من کارم مرتبط با فضا نه، یه رشته داریم به نام مهندسی هوا فضایی، یه رشته داره به نام فضایی. کارش میده که مثلا تو بخوای یه چیزی بفرستی فضا، مثلا این ماهواره. نه خودم بلدم چیکار کنم. خب شروع کردین و یه حالت داکیومنتری ساختین اگه اشتباه نکنم. بعد این ایده همینطوری هی شکل گرفت تا اینکه قراره تبدیلش کنیم به یه مستند سریالتور. آره داشت. آره پلناتون چیه حالا؟ قراره چیکارا بکنین؟ یعنی بازم این اینتروی که ساختین قراره بازم ادامه پیدا بکنه؟ قراره قسمت جدید داشته باشه؟ چطوریه؟ قسمت یکو الان اگه بتونیم تمام کنیم. آره قسمت مهمه. نداری برنامه این واسه بعدش؟ چرا بعدش رو داریم، ما الان راجع به شرط نزنیم چون این بعد اصلا کمپین تیزی میبینیم ما بیلبورد تو اسمان بگی رد میشی بیلبورد ما زمینی نیست، ما متعلق با زمین نیست. آره این هم بودم شعاره ما متعلق با زمین نیست. چراشو نمیدونم. حالا راجع به آقای اجابی بگم حرف بزنیم. خیلی مرد خوبیه. پست اول رفتیم. آره بگو این قسمتش چیزه. حالا مهدی بیشتر تو قسمت درگیره که ما یه پلن خیلی خوبی چیدیم که اوکی چجوری بریم سمت سوشال میدیا. ببین مثلا من فکر کنم یک هفته ما فقط داشتیم تایملاین در می آوردیم، اوکی ایونت این روزه، مثلا اکران آنلاینمون این تایمه، بعد چیکار بکنیم نمیدونم، مثلا فقط میخوایم اورننس ایجاد بکنیم فعلا به این 1950 هستی از پست اینجوری بریم استراتژی محتوا رو دیگه کامل. اولین پست ما رفتیم بالا، یک ساعت بعد اولین کامنتمون رو ما گرفتیم، خیلی خوب بود. اجاقی اصلا مشاوره ترکیه بعد لیست کرده بود شیشه نمیدونم فلان بستان همه اینا رو من ترک میدم. خب ولی خوب پیج رو انتخاب کرده واسه چیزا دیگه، عاشقای فضا اینا همه اونجا دیگه. چه جوری میشه که یه نفر سفر رو راه بندازه؟ مثلا ما رفته بودیم 20 نفر از رفیقای خودمون پیدا کرده بودیم که فالوورای اولیه. خب و یه نفر اجاقی نامی تو اینستا هست که منتظر بود ما پست یکو بریم بالا و پست یکو بذاره. آخرش هم زیک زیک کرد بچه‌ها خودمون. شاید اگه پیداش کنیم اونم خوبه. خب تیم 1957 چند نفرم گلدن توی تیم؟ اونایی که دارن مثلا کار میکنن، یعنی نه اونایی که حالا میان یه کمکی میکنن، یه پروژه انجام میدن. میاد یکی از بچه‌ها خیلی توی پروژه کمک کرده. علی حسینی؟ نه شایا. شایا شایا کیه؟ به زور آورد نمیومد. تو بگو چرا مالی توی این ویدیو جست. من آها من اینو بگم، من نه تا حالا مهمان بودم نه میزبان. کلا اصلا منو اینا اینجا دعوت کردن، نگفتم بیا حرف بزن. من تماس گرفتم حامد گفتش که بیا نپرس، بیا نپرس. آره بیا. ما اومدیم تو ماشین گفت سورپرایز دارم، گفت از این مایکا واسه گرفتم بیا. من گفتم تا تو من مسیرم پیدا کردم دیگه همون میگم. من تا آخرمون رو میخوام کسبت کنم. اینا هی میام جلو. خب چی شد که عالی بود؟ بذار یه چیز جدی هم توش بگم. یه تیم داریم که فکر کنم کار فکر چرا میکنم یه تیم داریم که کار فیلم همه کاری پروداکشن و اینا بود.
از کارگردان میگید، حالا اگه رفتیم قسمت های بعدی ویکست اونا رو هم میدیم بیان حرف بزنن اگه شما دعوتشون کنید. اسم آقای رحیم‌پور کارگردان کار اومد، مهمون بعدی ما آقای رحیم‌پور هستن. خیلی عالیه. همینجا اگه موافق باشین از آقای هادیان و آقای زمانی هم دعوت کنم. بچه ها پوشتی بسن خب تیمو نگفتی هنوز. از اونجایی که خودم یه دانش اولیه دارم خودم می‌خواستم جواب خودم بدم. حالا بگو. یه قسمت تصویر و این داستان و ساخت خود فیلم کارگردانی تصویر پروداکشن. آره پروداکشن خود محصول که میشه همون مستند 1957 اونا. یه تیم هم این ور داریم که کار استراتژی و پلنینگ محتوا و محتوا و این کارهای سوشال و آنلاین هم. و همزمان هم یه بچه هایی هستن که مشترک هم تو قسمت اجرایی که آقا برای استریم کنیم و نمیدونم اکران داریم اینا تو قسمت اجرایی هم درگیر. خب بیام سراغ شما بریم. خب بیام سراغ شما چطوری؟ خب چی شد که به موزه 57 اضافه شد؟ حقیقتا من داشتم رد میشدم محمد گفت بیا کار کن مختصر مفید همین بود جدی داستان همین فکر کنم همینجوری هستم آن بورد کردیم من داشتم رد می‌شدم برام تایر رو قرار بود راجع محتوای حرف بزنم ارزش کارو میاره یا با آقای دست شما هم وسط دو من میخوام کوربرگوارو در التماس می‌کرد که ببین من کوربرگوارو باش پنجور دوست دارم من خوبه آقا ایشون خلوش دو هفته رو کوربرگوارو تمرکز داشت کسی هم نمیدونست چیه بعد هم خودش میگه کوربرگوارو خیلی مهمه آقا کوربرگوارو خودش شده یکی از کورا سوال بعد UX دیزاینر من پروداکت دیزاین ببین خیلی فرق داره این پروداکت خب من الان داری تو حوزه پروداکت منیجر الان پروداکت منیجر خب و الان کاریان که داری تو 1957 میکنی داری سعی میکنی که اون اطلاعات تو این زمینه رو بیاری وارد این کار بکنی. آره هم پروداکت منیجمنت هم یه جای پروژکت منیجمنت دیگه، یعنی با حامد داریم با هم دیگه بیزینس رو پیش میبریم، مثلا یه جای چالش میخوریم میشیم حلش میکنیم، ولی خب تمرکز اصلی یه تایمی مثلا به یه وبسایت که اوکی وبمون رو قرار مثلا با این هدف بیاریم بالا این چیزا رو میخواد و بعدش یه بیشتر سمت بیزینس رفت، بیشتر پروژکت منیجمنتش. یه چیزی من فقط از اون فکر کنم، من مهدی جزء اعضایی هستیم که تو همه قسمت ها هستیم آشافن جاسم نیست. خب حالا یکم سوال ها رو چالشی تر کنم اگه نه رو تو بحث کنم نه در اون حد نه اوکی هدف 1957 چیه؟ جدا؟ به مثلا بذار واسه مثال بگم، مثلا تو تاپ گیر رو که میبینی، گرند تور و اینا رو که میبینی، حالا حالت هایی که داکیومنتری هم چون خودتون هم داکیومنتری 1957 داکیومنتری هم اونطوری مثال بزن اینا، مثلا اگه یکی بخواد بگه مثلا هدف اینا چیه، میگه اون اطلاعاتی و دانشی که مثلا راجع به ماشین میده واسه افرادی که اونقدر متخصص نیستن با یه زبان فان اینو تعریف کنه. من میخوام بگم که 1957 داره سعی میکنه که چطوری اون ارزش رو به مخاطب ارائه بده، یعنی هدفش چیه 1957؟ شاید اون نقطه مشترک اصلیه بین این ستایی که ستا با حالی که تو تاپ گیرن با حال خود من که این کار شروع شده، اونا به ذات حالا هرچند تولید اینا خیلی آدم هایی هم که عاشق ماشینه با این کلن دیدیم این کلارکسن میاد راجع ماشین حرف میزنه خودش هم کف میکنه با اینکه هزار تا ماشین دیگه. من هم یه چیزی که به فضا ربط داره اصلا کاری ندارم چیه فضا پیماست معمولیت تلسکوپ به هر چیزی که هست، من خودم میام چه چیز خفنی این شب اون کلیک اصلی هست اون داستان. ولی آره شاید اگه تو ایران یه مستند خوبی بود شبیه همون لول یک های دنیا تو فیلم من، شاید من این کار رو نمیکردم. وقتی شروع کردیم این کار گفتیم اوکی چیز مشابهی نیست، بذار چیز خوب درست کنیم، لولش تو لول همون برنامه ها باشه، تلاشمون کردیم ما، یعنی تعذرمون رو زدیم، محدودیتمون هست، ولی قرار بود یه چیزی باشه که اوکی من عاشق آفزام میبینم حال میکنم، من عاشق فناوری و تکنولوژی و اینام یه برنامه کول میبینم، یه آدم هم هستم که دوست دارم یه تایم سرگرمی داشته باشم بشینم یه چیزی ببینم، ولی لابلاش چهار تا حرف مثلا درست حسابی هم باشه فقط پیور فان جوک و اینا نباشه، یه جوری اینجوریه که بین سرگرمی و انتقال دانش یه چیزی یه مرز این وسطی انگار ما وایسادیم. حالا یعنی ولیوت اینه که حالا اون دانشی که هست چون خیلی هم کلا بیشتر
افرادی که حالا من باشون در ارتباط بودن خیلی جذبشون میکنه این موضوع، کلا چیزایی که راجع به فضا معرفی میگیرم بچه‌ها جمع میشن. نه حالا تو رو نمیگم اصلا میدم ببین موتورش از کجا رفت تو جیزر و سر یا تو ما نمیزنه. مثلا کلا آدم ها اینطوری هم که خیلی علاقه دارن به این موضوع. حالا تو هدفت اینه که به این دانش ها رو انتقال بدی به صورت حرفه‌ای و حالا یکم هم فان قاطیش بکنی که جذاب‌تر هم بشه. آره دقیقا یه چیزی وایسینگ این وسط که اوکی یه چیزی که تهش محتوا سرگرمیه ولی یه بیس علمی هم داره این وسط داره حرف زده میشه. اوکی یه چیز مشترک. خب حالا سوال بعدی که میخوام بپرسم از جفتتون هم میخوام جواباتون رو بدونم که ببینم هر کدومتون چطوری فکر میکنید 10 سال دیگه 1957 کجاست و چجوری؟ میتونین یکم فکر کنید خودمون راجع به این تاله حرف رفیق همون مسلطه اترنتی 10 سال دیگه؟ نمیگم من چیزا یعنی اون بگم یه ذره فیتیل هست نه بگم 10 سال دیگه ما میخواییم میمون فضا کنیم فضا هوا کنی نه ببین هوا کنی یا آقا یه دو تا صورت میمونه. خب الان ببین من منظورم حالا از این سوال اینه که حالا نمیخواد منطقیشو در نظر بگیر، حالا تو مثلا راجع به 1957 فکر میکنی بیست کیس سناریویی که توی ذهنته یعنی همیشه اوکی پیش بره، حالا پلنایی که خیلی دست و پا شکسته داری تو ذهنت میسازی اینه که مثلا حالا نه 10 سال دیگه توی آینده 1957 در بهترین حالت ممکن کجاست؟ ببین تهش اون چیزی که حالا تارگت شخصی منه که بهش فکر کنم چرا برای اتفاق بیفته و چرا برای ادامه پیدا کنه، اگه یه سمپل کیس بشی یعنی نمونه ای از یه مستند کوتاه ورژن طوری که داره بحث علمی رو مطرح میکنه تو این ورژن یه مثال بشیم برای بقیه که ببین اینا هم حالا 1957 رو ناخدم معنام با حالیش ما چرا نه این کار رو توی داستانه دیگه بکنم. من فکر کنم ته این که ما یه نمونه خوب این ورژن خودمون تولید کنیم حداقل تا اینجا اوکیه، ولی اینکه چقدر بهش فکر میکنم گندشه خیلی بستگی داره که این اپیزود اولیه چه اتفاق براش میفته. بعد این اپیزود من خودم میشینم یه بار دیگه از اول به ماجرا نگاه میکنم که آره بریم سراغ بعدی یا نه. تو چی فکر میکنی راجع به این داستان؟ ببین فکر کنم جواب من حامد مشخصا یکیه، ما تا اینکه نشستیم داشتیم تو نه خب ببین تا اینکه نشستیم خاصی جواب منو نده. سوال بعدی اون بعدی می‌نویسیم جدازه رو من ببین تایمی که ما نشستیم شروع کردیم مثلا صحبت کنیم کور ولی در بیاریم خب مشخصه یه ویژه ولی چیه که ارزش ارزش چی میشه ارزش بنیادی بنیادی تو بعد چجوری تعریفش کنیم؟ مثلا یه بیزینس ما اول میان یه سری کور ولی در میارن، یعنی که بیزینس ما این ولی ها رو داره مثلا این افان هانست ریلایبل قابل اعتماد چی میشه کور ولی داره عالی بود آقا سه تا دونه ولی میذاره بعد اون تایم ما نشستیم روی ویژن هم صحبت کردیم آقا مثلا قراره یک کسی بسازیم که مثلا با یه ویودی مثل فیلمو ببندیم یه مثلا مستند ده قسمتی بریم باشون بالا و ویژن تقریبا یکیه. اون جوابی که از من میخوایید با جواب حامد یکیه، در واقع قرار بشیم یه سمپل کیسی که اوکی کنیم ما یه داکیومنتری منطقی ساختیم شما بیاین اینجوری پیش ببرید خود اینوویت کنید. اون ویژنی که داری نسبت به 1957 هم راستا کردیم با هم متاسفانه الان بعد این مشکل اساسی داریم ای ان تی پی هست. الان قبول می‌کنی ای ان تی پی؟ من خیلی به این تیپ‌های شخصیتی اعتقاد دارم ولی این خیلی ببین منو راستش شما دو تا تیپ شخصیتی تو یکیه گفتم بعد هیچ وقت به نتیجه نمی‌رسیم، یعنی من نمی‌خوام تو بحث کم بیارم چه اشتباه باشه چه اشتباه باشه چه غلط باشه چه اشتباه باشه چه غلط باشه چه اشتباه چه اشتباه باشه چه غلط باشه چه اشتباه باشه چه غلط باشه چه اشتباه باشه چه غلط باشه در هر صورت من کنار میام حرف خودم رو بزنم حامد هم همینجوریه بعد گاهی به نتیجه نمی‌رسیم. ولی تا اینجاش که خوب اومد من ترجیح میدم سکوت کنم. تا اینجاش ولی خوب اومد کنار نمیاد دیگه بین من بگم ای یا اینطوری ان آره ای یا بی وقتی به ای داره یا همون ای اولش ای ان تی پی ای ان تی پی بس تا اینجا خب
دیگه این که یه سوهی همین الان به اون دوربین نگاه کن و یه جمله، نه این مال تو و یه جمله واسه آقای اوجاری. آقای اوجاری دوست داریم، هر روزی که اون کامنت یکو گذاشتی زندگی ما متحول شد و لطفا بیا به صفحه ما رو فالو کن. اوجاری متشکر. حرف آخر بس آقا سه این سواله بپرسم که اکران داریم 1957 میت میده هیده همه دی آره وسطش فقط اینو قول نمیدیم. آره قول نمیدیم. خب این ما اینجوری بود مثلا آخر این ماه بود بعد شد 9 دی 8 دی 9 دی بعد یه هفته دوباره انداختیم جلوتر. دلیلش الان نمیتونیم بگیم، ما خودتون فکر کنیم ما قبلی 9 دی بوده الان به دلیل خاصی بوده. سوالش رو بگو یه خورده نزدیکتر نریم در رو بعد مجبور یهو یه روز من زنگ زدم به یکی همکارا گفتم که ما یه همچین چیز ساختیم اکران فلان روز رو و گفت حاجی تو خوبی چقدر وقت ایران نبودی و یکم که فکر کردیم نه اون روز مناسبی نیست و حالا امکان داره که اکران حضوری هم داشته باشیم. آره چرا شما خود در شما بیا متشکرم از این میکروفون هم هست اونجا پنل ببین اونجا پنل تاک داره آره پنل دست خودت بوده پس من همینجا قولو میدم به بیننده شما قول میدی من به شنونده مرسی بگو اینو به عنوان پادکست هم میذاریم ما اینو به عنوان پادکست گفتی اوکی دیگه جمله آخر من چیزی ندارم. آها تو خودت برنامه بعدی میای ویدیو کپس؟ آره صد درصد تا زمانی که این مایک اینجا باشه آقای برنامه‌کنم هست صد درصد. اوکی این آقا آقا دمتون گرم که امیدوارم الان مرسی که دعوت کردی مرسی که میزبان رو دعوت کردی مرسی دمتون گرم دمتون گرم خداحافظ 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 خ